ناراحت میشن آدم و از مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز چهارشنبه 11 شهریور در ارتباط با حصر رهبران جنبش سبز گفته است حتی ممکن است بحث حصر با مباحث قضایی موجود سازگاری نداشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای پور محمدی با تشبیه موضوع توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی با حصر رهبران اعتراضات پس از انتخابات سال 88، هر دو موضوع را بحث‌های سیاسی و امنیتی دانسته که فراتر از تصمیم قواست و باید در شورای عالی امنیت ملی به بحث گذاشته شود. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی هستند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و هواداران او میرحسین موسوی و مهدی کروبی را سران فتنه می نامند. اسماعیل احمدی مقدم رئیس پلیس پیشین ایران بهمن ماه سال 91 در گفتگو با روزنامه کیهان گفته بود حصر این افراد به خواست آیت الله علی خامنه ای انجام شده است. تصمیم برای رفع عصر به عهده رهبر جمهوری اسلامی است و هر تصمیمی در این رابطه هم طبیعتاً با ایشون هماهنگ باید بشه. رویه گذشته رهبری هم نشون داده که ایشون تنها زمانی ممکنه به رفع عصر رضایت بدن که احساس نکنن معترضان به انتخابات سال 88 با رفع عصر خودشون را پیروز میدونن. رفع حصر خانگی رهبران جنبش سبز از خواستهای برخی از هواداران حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سال 92 بود. او وعده داد که برای رفع حصر تلاش کند، اما در دو سال گذشته بارها گفته شد که دولت از اختیار لازم برای رفع حصر برخوردار نیست. با وجود اینکه به هر حال دولت در این زمینه رایزنی‌هایی کرده، هنوز احتمالاً رهبر جمهوری اسلامی احساس می‌کنند که رفع حصر به معنای پیروزی مخالفان هست و از تبعات این رفع حصر و اتفاقاتی که بعد اون میفته و اقدامات آقای کروبی و موسوی و یا به هر حال دیدارها یا اتفاقات زیادی که بعد از رفع حصر میفته کماکان نگران هستن و هنوز به این نتیجه نرسیدن که رفع حصر میتونه بدون تبعات باشه. اگر موضوعی در گذشته در این کشور بوده و ما میتونیم این موضوع رو طبق قانون پایان بدیم، خب پایان بدیم. حسن روحانی در تازه ترین اظهار نظرش در این ارتباط تبدیل مشکل حصر خانگی رهبران معترضان انتخابات سال 88 را به یک مسئله دائمی به سود هیچ کس ندانست. وزیر دادگستری ایران هم روز چهارشنبه خطاب به رسانه‌ها گفته است کمتر به این بحث دامن بزنید، چرا که رسانه‌ای شدن کمکی به حل مسئله نمی‌کند. بدانید حصر نتیجه التهاب و آشوب است، بنابراین راه حل مسئله حصر هم آرامش و طمأنینه است. کوروش صحتی، صدای آمریکا.